با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. جدیدترین آپدیت تلگرام با قابلیت‌های فراوان منتشر شد. تلگرام آپدیت بزرگی را برای نسخه اندرویدی و iOS اپلیکیشن خود منتشر کرده که شامل قابلیت‌ها و تغییرات جدیدی برای آن می‌باشد. یکی از قابلیت‌های جدید اضافه شده، امکان اضافه شدن تم ادیتور هست که شما می‌توانید یک رنگ سفارشی دقیق از ابزار رنگی برنامه انتخاب کنید. شما قادر خواهید برای کل اپلیکیشن و همچنین پس‌زمینه و ظاهر پیام‌ها رنگ سفارشی برگزینید. همچنین بعد از ساختن تم مورد نظر می توانید آن را با سایر کاربران تلگرام به اشتراک بگذارید. نسخه جدید تلگرام همچنین الگوهای زیادی را برای پس‌زمینه اضافه کرده است. شما می توانید تم های رنگی را بر روی این الگوها هم اعمال کنید. اگر تمایلی به هیچ سفارشی سازی دستی ندارید، تم های آماده زیادی وجود دارند که در بروزرسانی جدید به آن افزوده شدند. یکی دیگر از قابلیت های جدید تلگرام این است که شما می توانید مشخص کنید زمانی که یک پیام برای فردی ارسال می کنید، آن پیام در زمانی که فقط فرد آنلاین شده است دریافت شود. از دیگر امکانات آن، امکان نتایج جستجو به جای اسکرول کردن در کل چت در یک لیست، قابلیت مشاهده و بروزرسانی از طریق پادکست ها و کتاب های صوتی و بسیاری دیگر از امکاناتی است که بر روی نسخه های اندروید و iOS از طرف تلگرام منتشر شده است. داشتن سگ و گربه در دوران کودکی موجب کاهش اختلالات روانی می شود. مطالعه جدید نشان داده است که رابطه بین داشتن سگ در سال اولیه زندگی و کاهش احتمال توسعه اختلال‌های عصبی در افراد وجود دارد. شیزوفرنی جزء اختلالات روانی است که هنوز دانشمندان نتوانستن علت آن را کشف کنند. اما دانشمندان فکر می‌کنند که عامل ایجاد کننده آن احتمالاً ترکیب پیچیده‌ای از ژن‌ها و عوامل محیطی است. بر اساس این تحقیق، برخی از این عوامل ممکن است با داشتن سگ و گربه در منزل رابطه داشته باشند. داشتن یک سگ یا گربه در منزل معمولاً به عنوان یک روش خوب برای مراقبت از سلامت بچه هایی که هنوز قادر به راه رفتن نیستند در نظر گرفته می شود. همچنین مطالعه گذشته نشان می دهد که داشتن یک گربه در منزل ممکن است احتمال بروز آسم در فرد را کاهش دهد. مطالعاتی هم وجود دارند که می گویند میکروب های مشترک موجود در حیوانات خانگی ممکن است به کاهش خطر چاقی در سالهای بعدی زندگی کمک کنند. سربازان ارتش ایالات متحده حق استفاده از اپلیکیشن تیک توک را ندارند. پس از تصمیمی مبنی بر ممنوعیت این برنامه، سربازان ارتش آمریکا دیگر نمیتوانند از تیک توک در تلفن‌های هوشمند متعلق به دولت استفاده کنند. این اقدام در هنگامی رخ می‌دهد که نگرانی‌های پیرامون این اپلیکیشن ویدیویی متعلق به شرکت چینی بایت دنس همچنان ادامه داشته باشد. نگرانی‌ها به این دلیل بوده که گفته می‌شود این اپلیکیشن می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد و یا اینکه جهت نفوذ و جاسوسی از شهروندان آمریکایی مورد استفاده قرار بگیرد. جرایم میلیاردی برای متخلفان وس در ایران اعمال شد. مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری با توجه به اثر اجتماعی تخلفاتی که در حوزه کدهای دستوری و خدمات ارزش افزوده صورت می‌گیرد گفت اگر اپراتوری سه بار در سال تخلف کند باید حدود 45 میلیارد تومان جریمه بپردازد. ضمن آنکه علاوه بر جرایم، بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز مطرح شده است.